امروز میخوام در مورد این موضوع صحبت کنم که چرا باید هر روز آب لیمو مصرف کنیم. افراد معمولا نمیدونن مزایای واقعی مصرف آب لیمو چیه، چون مزایای بسیار زیادی برای اون وجود داره. ما در اینجا نکات و موارد کلیدی رو بررسی میکنیم. تمام کلیپ های ما از روی منابع معتبر بین‌المللی ساخته میشه. لینک منابع در قسمت توضیحات و در زیر هر ویدیو درج شده. شماره اول، با مصرف منظم آب لیمو شما میتونید چربی کبد رو کاهش بدین. این به دلیل وجود مواد مغذی گیاهی در آب لیموست که میتونه تا حد زیادی چیزی به نام هپاتیک استیاتوسیس رو بهبود بده. این واژه به چه معناست؟ هپاتیک به معنای کبده و استیاتوسیس یعنی نفوذ چربی به داخل کبد. پس هپاتیک استیاتوسیس به معنای کبد چربه. آب لیمو این قابلیت رو داره که چربی کبد رو حل کنه. چیزهای دیگری هم وجود دارند که میتونن این کار رو انجام بدن. مانند نمک‌های خالص صفرا، ویتامین کولین و رژیم غذایی کمچرب مانند کتوژنیک که میتونه در طول 14 روز تا 50% چربی کبد رو کاهش بده. اما اگر به آب لیمو اضافه کنید، میتونه سرعت پاکسازی کبد رو بالا ببره. شماره دوم، آب لیمو میتونه کلسترول رو کاهش بده. نه اینکه کلسترول چیز بدی باشه، اما اگر کبد و کیسه صفرای شما ضعیف بوده و صفرای کافی تولید نشه تا پشتوانه سیستم را قوی کنه، آب لیمو میتونه به جریان صفرا در داخل مجاری اون کمک کنه و کلسترول مازاد را از میان ببره. شماره سوم، کاهش وزن. آب لیمو به طور مستقیم به کاهش وزن کمک نمیکنه، اما میتونه به طور غیر مستقیم این کار را برای شما انجام بده. برخی مواد مغذی گیاهی در آب لیمو تا حد زیادی قند خون رو کاهش میدن. اونها مقاومت انسولین رو پایین میارن و در نتیجه انسولین رو کاهش میدن. به همین دلیله که وزن فرد کاهش مییابه. در واقع اگه میخواین وزن خود رو کاهش بدین، نیاز نیست عبارت کاهش وزن رو جستجو کنید. به جای اون، عبارت کاهش انسولین رو جستجو کنید. زیرا هر چیزی که انسولین رو کاهش بده میتونه به کاهش وزن هم کمک کنه. در واقع سلول‌های چربی نمیتونن منقبض بشن. انقباض سلول‌های چربی بدون کاهش انسولین غیر ممکنه، حتی اگر کالری مصرفی رو هم کاهش بدین. شماره 4، لیمو دارای اثرات ضد پیریه. بله، مطالعات مربوطه روی حیوانات انجام شدن، اما بیشتر اونها از حیوانات شروع شدن و سپس به انسان‌ها گسترش پیدا کردند. در یک تحقیق 5 هفته‌ای حیوانات به طور متوسط 3 هفته بیشتر عمر کردند. شاید بگید 3 هفته زمان زیادی نیست، اما مدت زمان کل این مطالعه تنها 5 هفته بوده. محققان همچنین فهمیدند که آب لیمو میتونه طول عمر 1 نوع میکروبیوم را افزایش بده که در واقع یک باکتری مفیده. شماره 5، اثرات ضد سرطان. من نمیگم آب لیمو میتونه سرطان رو درمان کنه، اما میتونه از سرطان جلوگیری کنه. در مطالعات آزمایشگاهی مشخص شد که برخی مواد مغذی گیاهی در آب لیمو میتونه سرطان بدخیم زبان، ریه و روده بزرگ رو از میان ببره. شماره 6، کاهش سنگ‌های کلیه. سیتریت موجود در آب لیمو به چیزی که آکسالیت نام داره میچسبه. رایج‌ترین نوع سنگ کلیه سنگ آکسالیتیه، یعنی سنگ کلسیم آکسالیت. پس اگر در بدن سیتریت وجود داشته باشه، این سیتریت میتونه به آکسالیت بچسبه و از شکلگیری سنگ جلوگیری کنه. افرادی که معمولاً سنگ کلیه میگیرن، سیتریت کمی در بدن خود دارن. پس اگر مستعد سنگ کلیه هستید، پیشنهاد میکنم نصف فنجان تا 1 فنجان آب لیمو رو در هر روز مصرف کنید. شماره 7، قطعاً آب لیمو ویتامین C زیادی داره. اما منظور ما خود لیموست، نه به صورت گرمادیده که در بطری‌های آب لیمو مشاهده می‌کنید. آب لیموهای شیشه‌ای معمولاً پاستوریزه میشن و مشکل ویتامین C اینه که به گرما حساسه و با گرما نابود میشه. پس وقتی از آب لیموی بطری استفاده می‌کنید، میزان ویتامین C دریافتی شما تقریباً صفره. اما در خصوص خود لیمو، هر لیمو میتونه تقریبا نیمی از ویتامین C مورد نیاز روزانه شما رو تامین کنه. هر لیمو 31 میلی گرم ویتامین C داره، در حالی که نیاز شما در حدود 70 تا 75 میلی گرم در روزه.
این ویتامین برای بهبود سیستم ایمنی، جلوگیری از خونریزی لثه، جلوگیری از واریس، کمک به تشکیل کالاجن، جلوگیری از آسیب دیدگی شریان‌ها و بسیاری موارد دیگه لازمه. آخرین مورد از مزایای آب لیمو مواد مغذی گیاهی موجود در اونه. این مواد بسیار زیاد هستند و مزایایی برای بواسیر، پادر، گردش خون و واریس دارن. یکی از این مواد مغذی به نام نارنجین برای درمان بیماری آلزایمر مورد بررسی قرار گرفته. لیمو همچنین دارای ویژگی‌های آنتی باکتریال، ضد ویروسی و ضد قارچه. پس بهتره آب لیمو رو به طور منظم مصرف کنید. میتونید سرکه سیب هم بهش اضافه کنید که ترکیبی رو به وجود میاره که برای سمزدایی کبد فوق‌العاده عمل می‌کنه. اگه می‌خواید با یک معجون فوق‌العاده دیگه برای پاکسازی کبد آشنا بشین، حتما کلیپ اون رو در کانال ما تماشا کنید. لینک این ویدیو در قسمت نظرات، توضیحات و بالای همین تصویر قرار داده شده.